کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از گسترش مدارس اجباری در چین و جداسازی فرزندان مسلمان و دیگر اقلیت‌های دینی از والدینشان را نابودی هویت فرهنگی، زبانی و دین اقلیت‌ها خواند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌افزایند کودکان مسلمانان اویغور با وجود اینکه پدر و مادر دارند اما با آنها مانند یتیم برخورد می شود. در مدارس شبانه روزی دولتی که نوعی مدرسه اجباری به حساب می آید به کودکان مسلمان و دیگر اقلیت‌های دینی زبان چینی و ماندارین آموزش داده می شود. کارشناسان سازمان ملل می افزایند کودکان مسلمان و دیگر اقلیت‌های دینی در استان سینکیانگ که به مدارس شبانه روزی اجباری فرستاده می شوند اغلب سالهای جوانیشان را بدون دیدن والدینشان سپری می کنند. بر اساس برنامه های این مدارس اجباری کودکان به دلیل عدم ارتباط با والدینشان و نیز جوامع بیرون با گذشت زمان فرهنگ، دین و هویت های زبانی خود را از دست می دهند. ولکلترو که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در میانمار از آخرین گزارشی که در ماه ژوئیه منتشر کرد بدتر شده است. به گزارش خبرگزاری اخبارشی ولکلترو که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست گفتگوی تعاملی درباره میانمار که در چارچوب 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار شد سخنرانی کرد. ترو که تصریح کرد که در میانمار ما با یک سیستم وحشیانه مواجه هستیم که در آن مردم برای حفظ منابع ارتش مورد ظلم قرار می‌گیرند. ترو که با بیان اینکه حملات نظامی بی‌معنی در میانمار بحران حقوق بشر را تشدید کرد گفت منابع موثق تأکید کردند که تا دیروز 4108 نفر توسط ارتش و نیروهایش کشته شدند. 22 مورد قتل جمعی نیز وجود داشته است. خبری از کشور لیبی. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از آواره شدن بیش از 16000 کودک در شرق لیبی در پی سیل ناشی از شدیدترین طوفان ثبت شده در تاریخ آفریقا خبر داد. به گزارش القدس العربی یونیسف در بیانیه‌ای با هشدار نسبت به تهدید امنیت روانی و اجتماعی کودکان اعلام کرد بسیاری از کودکان از نبود خدمات اولیه مانند بهداشت، آموزش و تأمین آب شرب تأثیر پذیرفتند. این سازمان افزود در حالی که شمار کودکان قربانی ناشی از سیل هنوز مشخص نیست اما با توجه به آنکه کودکان حدود 40% از جمعیت را شکل داده‌اند این ترس وجود دارد که صدها تن از آنها در جریان این فاجعه جان خود را از دست داده باشند. فعالان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در سودان خواستار برگزاری تظاهرات برای توقف درگیری بین ارتش و طرف مقابل شدند. فعالان جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد سودان در شرق از جامعه بین المللی که نگران حفظ صلح و امنیت در سودان هستند خواستند جنایات مرتکب شده توسط هر دو طرف درگیری را محکوم کنند و آنان را ملزم به پاسخگویی نمایند. در نامه سرگشاده این خطاب به سازمان ملل اتحادیه آفریقا مرجع بین دولتی توسعه IGAG اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس گروهی از سازمان‌های جامعه مدنی سودان هر دو طرف را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کردند. آنها همچنین حرکت اسلامی سودان را متهم کردند که نتوانسته در مقابل بقایای حکومت قبلی در برابر جنایت‌های فجیعی که در حال حاضر مرتکب شده و اقدام به بمباران غیر نظامیان می‌کنند محافظت کنند. عادل عبدالباقی رئیس گروه ابتکار ملی برای حل بحران سودان گفت
این فراخوان در چارچوب تلاش‌های سازمان‌های جامعه مدنی سودان برای توقف جنگ و حمایت از روند صلح اجتماعی و تحول دموکراتیک در کشور صورت می‌گیرد تا طرف‌های درگیر برای یک دوره 30 روزه برای گفتگوی ملی همه‌جانبه جهت حل بحران آن را اجرا و آتش بس نمایند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، امین محمد معاون دبیرکل سازمان ملل بدون ارائه جزئیات بیشتری به خبرنگاران گفت نشستی با عنوان نقش زنان در اسلام با توجه و تمرکز به وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار خواهد شد. به افزود باید برای تأمین حقوق تحصیل و کار زنان در افغانستان به حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی فشار وارد شود. پیشتر دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز با اشاره به تحصیل زنان و دختران در افغانستان به خبرنگاران گفته بود من از مقامات افغان می‌خواهم که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مدرسه بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش بسزایی داشته باشند. خبری از کانادا. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از ابوت اسلام امسال ماه تاریخ اسلامی IHMC در کانادا با قدردانی از خدمات زنان مسلمان فعال در زمینه هنر و علوم برگزار می شود. هدف این رویداد شناسایی و ارج نهادن به مشارکت زنان مسلمان در جامعه و الهام بخشیدن و توانمندسازی جوانان مسلمان است. با نزدیک شدن به ماه اکتبر، مسلمانان کانادا برای برگزاری برنامه‌های این ماه با موضوع میراث غنی مسلمانان و کمک به جامعه آماده می‌شوند. هدف از این برنامه ارج نهادن به مشارکت‌های تاریخی زنان مسلمان در طول اعصار و تأثیر آنها بر پیشرفت هنر، علوم و جامعه است. به رسمیت شناختن و تکریم زنان باعث الهام بخشیدن و توانمندسازی جوانان مسلمان و از بین بردن کلیشه‌های منفی اسلام حراسی جنسیتی خواهد شد. IHMC به تدریج در سال 2013 به یک نهاد مستقل تبدیل شد و اعضای هیئت مدیره آن در حال حاضر از ساسکاتون، ریجینا، لندن، اتاوا و وینیپک هستند. آژانس پناهندگان سازمان ملل از افزایش حدود 80% عبور مهاجران از مسیر مرگبار دریای مدیترانه به سمت اروپا و کشته و مفقود شدن بیش از 2500 نفر از آنها در سال جاری میلادی خبر داد. طبق گزارش IOM، علاوه بر مهاجرت به ایتالیا، مهاجرت به یونان نیز به شدت افزایش یافته است. اما ارقام فعلی را نمیتوان با آمارهای بسیار بالای سال 2015 مقایسه کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیشترین تعداد مهاجران از تونس با بیش از 100,000 نفر و پس از آن لیبی با بیش از 45,000 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در پایان گفتنی است در حالی که تراژدی پناهجویان در دریای مدیترانه رخ می‌دهد، اروپا با اصلاحات پناهندگی خود دست و پنجه نرم می‌کند. و اما خبر آخر، سازمان ملل در گزارشی جدید اخطار داد نجات پرستی نظاممند علیه آفریقایی تبارها در رفتار نیروهای پلیس و مقامات نظام عدالت کیفری آمریکا نهادینه شده و مقامهای آمریکایی باید با فوریت برای اصلاح این نهادها اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از پایگاه سازمان ملل، این گزارش جدید از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل تحت عنوان مکانیزم کارشناسی مستقل بین المللی سازمان ملل برای پیشبرد عدالت نژادی و برابری در بافت ضابطین قانون و بعد از تحقیقات نمایندگان این نهاد در اوایل سال جاری میلادی در آمریکا منتشر شد. در این گزارش تاکید شد سیاه‌پوستان در آمریکا 3 برابر بیشتر از سفیدپوستان احتمال دارد که توسط پلیس کشته شوند و همچنین 4.5 برابر بیشتر از سفیدپوستان احتمال دارد که زندانی شوند.